تقی زهوری یکی از پرفروشترین هنرپیشه های قبل از انقلاب چرا از بازیگری حافظی کرد؟ درخواست شهبانو فرح پهلوی از او چه بود؟ در این ویدیو سرنوشت تقیه زهوری هنرپیشه بسیار دوست داشتنی قبل از انقلاب رو بررسی خواهیم کرد یک بهمن 1291 به دنیا اومد در دوره اول دبیرستان در رشته هنرپیشگی تحصیل کرد بعد از پایان تحصیلات به خدمت وزارت دادگستری در اومد. از سال 1315 در تماشاخانه های تهران مشغول بازی در تئاتر‌های مختلف شد. سال 1317 پدرش رو از دست داد و سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. از سال 1328 وارد سینما شد و در مجموع در 86 فیلم حضور داشت. او در دهه چهل تقریبا هر سال چهار تا هفت فیلم رو بازی کرد. او تبدیل به یکی از بهترین بازیگران ایران شده بود. اما به یک باره در سال 1349 برای همیشه از بازیگری خداحافظی کرد. خبری که هیچ کس باورش نمیشد و حتی شهبانو فرح پهلوی خواستار بازگشت تقیه زهوری به سینماهای کشور بود که شرط جالب آقای زهوری را به همراه داشت که در ادامه ویدیو خواهیم شنید. البته چهار فیلم آقای زهوری در سال 1350 به نمایش در اومد. اما روزنامه های عصر دوشنبه 6 مهر 1349 متن اطلاعیه خداحافظی آقای زهوری رو به چاپ رسوندن. تقیه زهوری بعد از این اطلاعیه به زیارت خانه خدا رفت و بعد از بازگشت از مکه از سوی سندیکای هنرمندان پیشنهاد دریافت کرد تا به عنوان مشاور عالی سندیکا فعالیت کنه. آقای ظهوری این پیشنهاد رو پذیرفت و از اون به بعد در هیچ فیلمی بازی نکرد. یکی از به یاد ماندنی ترین نقشای خودش رو در فیلم گنج قارون ایفا کرد. روزی که تقیه ظهوری از سینما استفاداد و از بازی در فیلم های فارسی کناره گرفت موجی از جنجال و شایعه در محیط سینما و در بین مردم هنردوست به وجود اومد. در این بین مطبوعات هم نتونستند از کنار این واقعه با بی‌اعتنایی بگذرن. در همون زمان مجله جوانان نوشت چرا ظهوری پولسازترین هنرپیشه ایرانی از سینما خداحافظی کرد و به دنبال این موضوع با ظهوری به گفتگو نشست و از او سوال کرد چرا از سینما کناره گرفتید؟ زهوری در پاسخ گفت راستش دیگه به مرحله ای رسیدم که باید استراحت کنم. سینما از نظر مالی به من همه چیز داده. من میخوام از این به بعد ظهوری مردم تبدیل به ظهوری خانواده بشه. زهوری در پاسخ به این سوال که شهرت برای شما چه درد سرهایی داشته جواب میده سالها بود که آرزو داشتم مثل مردم عادی خرید و تفریح کنم اما متاسفانه مردم ما به یک کمدین به یک دید دیگر نگاه می کنند و خیال می کنند یک کمدین در زندگی عادی هم یک آدم لوده و بیخیاله وقتی از تقیه ظهوری سوال شد که آیا خیال نداری به سینما برگردی؟ او گفت به هیچ وجه و حتی اگر دوستانم بخواهند مرا به زور به سینما برگردانند آنها را قانع خواهم کرد که دیگر به سینما باز نخواهم گشت اما تقیه ظهوری چرا خداحافظی کرد چه شرطی را برای شهبانو فرح پهلوی گذاشت تا دوباره به سینما برگرده در ادامه ویدیو به جواب این سوال ها خواهیم رسید جمشید پور احمد گفته معزل دیروز و امروز جامعه ما در ارتباط با اکثر هنرمندان صاحب نام متاسفانه قضاوت مردم هست. مردم از شخصیت و کاراکتر اون بازیگر در فیلم ها او رو قضاوت میکنن. این تلقی نادرست به ویژه در مواردی خاص مثل نقش های تکراری هنرمندی مثل تقی ظهوری مثلا اقواگریهاش به زنها در فیلم های مختلف باعث شده بود که مردم او رو با همین نقش ها قضاوت کنند. برخی از دوستان و طرفداران این هنرمند در کوچه و خیابون تقیه ظهوری رو با عنوانهایی مثل ویتامین من صدا می زدن. این طرفداران افراتی با همین تلقی ها وقتی ظهوری رو در خیابون میدیدند دنبالش می و ناخداگاه او را مورد تمسخر و مزحکه قرار میدادند. این شرایط خاص زمانی قمنگیستر می شد که همسر محجبه و متدین آقای زهوری در بیرون از خونه همراهش میشد. آقای زهوری در تمام زندگیش سعی می کرد دلی رو نشکنه. او به شدت به خونه و خونوادش پایبند و متعهد بود. یکی از قوانین خونه آقای زهوری این بود که پای هیچ کدوم از هنرمندها به خونه ایشون باز نشه. زندیات فردین گفتن من فقط دو بار تا پشت در خونه آقای زهوری رفتم. آقای زهوری پر از انرژی به شدت شوختب و بی اندازه خوش اخلاق بود. او در کالبد زندگیش هیچ نقطه سیاهی نداشت و مزرعه انسانیتش بدون آفت و بسیار سرسبز بود. این هنرمند محبوب شبی در خلوت دل در کنار سجاده نمازش از قرآن استخاره کرد و صبح در آرامش و سکوت و بدون حیاهو به مطبوعات رفت و در یک یادداشت خداحافظیش با سینما رو اعلام کرد. خبر خداحافظی ظهوری از سینما وقتی منتشر شد همه متعجب شدند. از فردین و فروزان گرفته تا بقیه بازیگران سینما، طرفدارانش و اصرارهای شهبانو فرح پهلوی همه از او میخواستند که او به حرفه بازیگری برگرده. اما این اصرارها نتونست این هنرمند محبوب رو از تصمیمش منصرف کنه. او تصمیمش رو در نهایت عزم و اراده گرفته بود. ظهوری بعد از درخواست شهبانو فرح پهلوی که خواسته بود او دوباره به سینما برگرده به ایشون گفت حاضرم فقط در سه فیلم دیگه بازی کنم و در مقابل مبلغ سه میلیون تومان رو دریافت کنم تا عین این مبلغ رو به یک خیریه ببخشم این شرط گذاشتن و درخواست رقم میلیونی در حالی توسط ظهوری مطرح شد که همه می بالاترین دست مزد آقای ظهوری برای حضور در یک فیلم فقط هشتاد هزار تومان بود ظهوری کم کم بسیار کم رنگ شد و دیگر در هیچ فیلمی بازی نکرد. او همسری بسیار متدین داشت که نامش احترام ظرفچی شیرازی بود. سمره این ازدواج سه فرزند بود. یک پسر و دو دختر. او سرانجام نه اسفند 1370 در 79 سالگی فوت کرد و در امامزاده تاهر کرج به خاک سپرده شد. روح شاد و یاد و نامش همیشه جاودان. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در وصف تقی ظهوری بنویسید